بند چپم. بسم الله. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. در باره فلسفه دکارت قراره که صحبت کنیم و در خدمت دوستان باشیم. قطعا اگر که مطالعات تاریخ فلسفه داشته باشی میدونید که دکارت و فلسفه او به عنوان بنیانگذار اندیشه مدرن جایگاه خاصی در تاریخ تفکر بشری داره و البته مسبوق به سابقه و سوابقیه و فهم این فلسفه و این فیلسوف خیلی حائز اهمیت برای شناخت جهان مدرن. بعدم اگه در راه رضای خدا اگه یک نفر یه آبی بیاره بدست. خب جهان مدرن مختصاتی داره که ما همگی در ذیل اون داریم زندگی میکنیم و طبیعتاً با حدود صغور حداقل پرکتیکالش آشناییم، یعنی میدونیم در چه جهانی داریم زندگی میکنیم به طرز عملی و به نحو پرکتیکال. اما حداقل برای ما ایرانی که یک ورود تئوریکال و نظری به جهان مدرن و اندیشه مدرن نداشتیم، اسباب یک سری تناقضات و مشکلات و بعضاً مصائبی هم برای ما شده. یعنی ما از میوه درخت مدرنیته به حد کفایت خوردیم و میخوریم و بعضاً هم به پرخوری هم شاید دچار شده باشیم. اما جامعه ما خیلی با ریشه های این درخت آشنایی نداره و این عدم آشنایی با ریشه ها و مصرف بعضاً بی‌رویه محصولات به هر حال عوارضی داشته که تحت عناوین مختلف از این عوارض یاد میشه. ما با این عناوین کم و بیش آشنا هستیم. سلام. سلام. اندک اندک جمع مستان میرسیم. یکی از عوارضش همین. خب اگر قرار باشه که مبانی تفکر مدرن رو بشناسیم و بدونیم که این درخت مدرن که ریشش در کدوم زمین پنهان شده و ما چه نسبتی با این ریشه داریم؟ آیا اصلا نسبتی داریم؟ یا میتوانیم نسبتی داشته باشیم؟ خب لازمش اینه که کمی از حال و هوای فضایی که منجر به ظهور اندیشه کوژیتو دکارتی اصطلاحاً شد صحبت کنیم. خب هزار سال تفکر الهیات مسیحی دستاوردهای بزرگی داشت. شاید تلقی عامیانه از قرون وسطا خدا خیرت بده. تلقی عامیانه از قرون وسطا یک دوران جهل و تاریکی و سیاهی باشه که البته در عرصه زندگی اجتماعی همینطور هم بوده. اما در فضای علمی که در اون هزار سال حاکم بود
در دوران قرون وسطا ما یک حجم وسیعی از دانش‌ها و علوم رو تحت تکفل کلیسا شاهد هستیم. اساساً دانش در دوران قرون وسطا جایی بیرون از کلیسا امکان ظهور نداشت. جناب گالیله دانش آموخته یکی از مدارس حوزه‌های علمیه کلیسا بود و همه دانشمندان بیرون اصلا از کلیسا چیزی به نام دانشگاه و مرکز علمی وجود نداشت. دانش تحت سلطه کلیسا بود و همه اکتشافات و همه مباحث علمی حتی کسی مثل گالیله از دل این مدارس بیرون اومدن. پاپ هم فرد جاهلی نبود. پاپ هم فرد دانشمندی بود، نسبت به دانش زمانی خودش آشنا بود، کاملا مسلط بود و کشیش های بزرگ و معروفی که همه هم در علوم معقول و هم در علوم منقول و هم در طبیعیات صاحب نظر بودن. یعنی پس ما در دوران قرون وسطا با یک مقوله پارادوکسیکالی مواجهیم. از یک طرف کلیسا به عنوان متصدی علم و دانش و همینطور دین مرکز اصلی علم و دانش بود و مباحث علمی هم بسیار پر رونق بود، اما جامعه به شدت فرو بسته و حیات اجتماعی و سیاسی مردم به شدت تاریک و در خفقان. چطور چنین چیزی امکان داره؟ امکان داره، چون بارها این اتفاق بعدها هم رخ داده و ما هم کم و بیش تجربهش رو داریم. اما سوال فلسفی اینه، چطور امکان دارد که علم و خرد و عقل منجر به بیخردی و بیعقلی شود؟ این خیلی پارادوکسیکاله. تاریخ عقل باید با خودش دستاوردهای عاقلانه و خردمندانه ای رو در عرصه حیات انسان‌ها پدیدار کنه و به منصه ظهور برسونه، اما چنین چیزی رخ نمیده. ما فیلسوفان بزرگی رو در طول دوران قرون وسطا داشتیم که واقعا بزرگ هستن به معنای دقیق کلمه. قطعا در طول قرون وسطا بزرگترین فیلسوف و مهمترین اندیشمند این دوران کسی نیست جز شخص شیخ الرئیس ابن سینا، که اسم ابن سینا بر هزار سال تارک اندیشه خورده و کل تفکر قرون وسطا، فیلسوفان بزرگی مثل آکویناس و آگوستین تحت تأثیر این شخصیت علمی و فلسفی بودن که در غرب از او به عنوان اوستینا یاد میشه. ابن سینا فیلسوف بزرگیه به معنای دقیق کلمه. کاری به وجه علمی و طبیعت علوم طبیعی ابن سینا نداریم، که متاسفانه در ایران ابن سینا رو با روز پزشک میشناسن نه با روز فیلسوف، یا اگر چند روزی اگر اصلا داشته باشه. در حالی که ابن سینا فیلسوف تمام عیاره، یک فیلسوفی که کاملا پایبند به عقلانیته، کاملا با معیارهای حتی امروزی، با معیارهای امروزی پایبند به عقله. و همینطور فیلسوفان قرون وسطای بعد مثل آکویناس. آکویناس فیلسوف بسیار قدر و خردمندیه. خب این تفکر فلسفی در طول هزار سال کم و زیاد، اما یک جهان فروبسته‌ای رو پدید می‌آورد. من برای اینکه این پارادوکس برای شما کمی تقریب به ذهن بشه که چگونه امکان داره عقل و عقلانیت تا
تاریکی و فروبستگی ایجاد کنن. یه مثال صرفاً جهت تقریبی به ذهن عرض میکنم و ازش عبور میکنم و امیدوارم دوستان در مثال توقف نکنن. ما یک علمی در علوم دینی خودمون داریم تحت عنوان اصول، اصول فقه. کسانی که با علم اصول آشنان میدونن این علم چقدر علم دقیق و چقدر با ظرایف عقلی پیش میره. خیلی هم علم پیچیده و دشواری هم هست، یعنی خیلی گسترده است. این علم در خدمت علم دیگریه یا در خدمت شبه علم دیگری است به نام فقه. اصول به مثابه یک علم عقلی در خدمت شبه علمیه که اون شبه علم چه کرده در طول تاریخ ما؟ نیازی به گفتن نیست. جامعه خردستیز، جامعه جهل پرور و جهل ستایشگر جهل چطور چنین چیزی امکان داره؟ این یکی از واقعا عجایب جهان علم و دانشه که خرد میتونه در خدمت بیخردی باشه، خرد میتونه در خدمت جهل و نادانی و سیاهی های پشت سرش باشه. همین داستان رو ما در قرون وسطا داریم. من چون فقط میخوام از قرون وسطا عبور کنم و برسم به دکارت، صرفا طرح پرسشی میکنم و از این پرسش عبور میکنم به فضایی که دکارت در اونجا فلسفه خودش رو شکل داد. عقل در قرون وسطا و در تفکر فلسفی قرون وسطا دو تا ویژگی اساسی داشت. یکی این که عقل و عقلانیت در خدمت اعتقادات بود. حالا این اعتقادات از کجا رسیده؟ به چه شکلی سامان گرفته بماند؟ طبیعتاً از کلیسا و ارباب کلیسا. عقل و عقلانیت در خدمت اعتقادات قرار داشت. برای اینکه اعتقادات تثبیت بشن، برای اینکه اعتقادات یک بنمایه عقلانی پیدا کنه، نیاز به یک تفکر فلسفی داره، نیاز به فیلسوف داره. برای همین تفکر فلسفی و قرون وسطا به راحتی بین فلسفه ارسطویی و الهیات مسیحی و دین مسیح میتونه یک سازگاری و التقاطی رو ایجاد کنه، چون قرار است که عقل در خدمت یک اعتقادی باشه و به هر شکل ممکن باید از عقل نهایت استفاده رو برد. ویژگی دومی که عقلانیت قرون وسطایی داره اینه که حوزه فعالیت عقل محدود به همون باورها و اعتقادات میشه و اجازه داده میشه در همون حوزه بسیار عمیق و ژرفابین بشه، ژرف بشه. دایره محدود اما به عمق بسیار زیاد، حجم پژوهش‌ها و مباحثی که در یک دایره محدود شکل میگیره. ما نمونه همین داستان رو امروز روز هم داریم. شما کافیه نگاهی به آثار منتشر شده در همین 40 سال اخیر در حوزه‌های علمیه مقدسه قوم و مشهد و اینا نگاه کنید، می‌بینید مثلا در یک موضوع بسیار محدودی برفرض، مثلا در موضوع طهارت، صدها عنوان کتاب نوشته میشه، پژوهش میشه، خیلی عمیق، خیلی عمیق، در موضوعی که کل اون موضوع ارزش ارزنی هم نداره. این خیلی عجیبه. ده ها جلد کتاب نوشته میشه در موضوعی که از خود اون موضوع شاید هیچ اهمیتی در زندگی امروز بشر هم نداشته باشه.
یا حداقل در زندگی قسمت عمده ای از آدم های این زمانه نداشته باشه. شاید برای بعضی ها هنوز مثلا دانستن این که اسب امام حسین مثلا از کدوم راه رفت یا کدوم مسیر رو مثلا کج کرد و رفت مثلا به فلان جای اونجا خم شد یا آبی، خب مسئله مهمیه برای خیلی ها و شاید حیات خیلی ها بسته به همین 10 متری باشه که این اسب رفته و یا مثلا نرفته. صدها عنوان کتاب و مقاله و پژوهش و مقالات ISI و نمیدونم فلان سمینار و کنگره و فلان گرفته میشه و آدم میمونه که این همه عقلانیت در خدمت چه چیزیه؟ در کجا داره خودش رو صرف میکنه؟ اینو ما به عینه امروزه میبینیم. اصلا هم چیز بدی نیست، من دارم کاملا موافق با این داستانم، ولی این من دارم توصیف میکنم. مورد اول و دوم رو نفهمیدم. میشه یادداشت کنید بذارید آخرش؟ چون من داشتید یادم بیاد. مورد اول در عقل و عقلانیت در خدمت اعتقادات، یعنی باورهای ایدئولوژیک و دینی و مذهبی باید اثبات عقلانی بشه، برفرض باید وجود خدا ثابت بشه، باید وجود وحی ثابت بشه، باید وجود معجزات ثابت بشه به طریق عقلی و عقل در خدمت این هاست. دو دیگر این که محدوده کاوش عقل، حوزه‌ای که عقل در اونجا میتونه به ژرف‌ترین نقاط هم بره بسیار محدود و رها نیست، یعنی عقل نمیتونه خودش رو پیش ببره در جایی که اقتضای خود عقله. عقل چنین توانی رو نداره و باید محدود باشه. ولی خب این هر دو ویژگی از یک بن و از یک ریشه ارتضاق میکرد و میکنه، چون تاریخ خود ببینید تفکر فلسفی قرون وسطا یک اپروچه، یک دوره تاریخی نیست، فقط یه روی کرده، یک اپروچیه که هر زمانی امکان وقوع داره. یعنی همینک میتوان اپروچ قرون وسطایی داشت به جهان، یعنی اپروچ فلسفه قرون وسطایی داشت. بن و ریشه این دو ویژگی چیزی نیست جز این که عقل به مثابه یک امر متکی به چیزی غیر خود تصور میشه. اصطلاحاً عقل بر خودش استوار نیست، عقل خود بنیاد نیست، عقل بر بنیاد دیگری که اون بنیاد حالا دین، مذهب، اسطوره حتی باشه تکیه داره. عقل خود بنیاد نیست. عقل خود بنیاد عقلیه که همه توان و نیروی خودش رو از خودش داره، از حیات تاریخی خودش داره، به چیزی غیر از خود تکیه نداره. اون جمله معروف کانت رو احتمالاً شنیدید یا خوندید که درباره روشنگری میگه، عصر روشنگری، میگه روشنگری چیزی نیست جز بیرون آمدن از صغارت تاریخی. ما به بچه‌هایی که دستشون تو جیب ننه باباشونه میگیم صغیر، هنوز به بلوغ نرسیده، کسی که نمیتونه رو پای خودش بایسته و همواره تکیه داره به کسی دیگر میگیم صغیر. اگه یه پولی دستش باشه باید یه بزرگتری بهش راهنمایی کنه که این پول کجا خرج بشه. تعریف کانت از روشنگری خیلی واضح به ما نشون میده که پیش از این، یعنی پیش از دکارت و کانت، عقل چه جایگاهی داشته. عقل موجود صغیری بود. عقل توان این که روی خودش بیسته و بر مبانی خود تکیه کنه نداشت. یک ترس، یک حراس از خود بنیادی داشت، مانند اون بچه‌ای که قراره که یهو از خونه خارج بشه و خودش رو پای خودش بیسته و دیگه دلخوش به پدر و مادر نباشه. هر چنین ویژگی رو داشت.
عقلانیتی که در طول قرون وسطا کمک کرد تا باورها و عقاید مسیحیت تقویت بشه و شکل و صورت عقلانی پیدا کنه، با حیات تاریخی و تجربه تاریخی خودش دچار بحران شد. هر جایی در هر دوره از تاریخ اگر یک دوره تغییر میکنه و دوره دیگری ظهور میکنه یا با عنوان جدیدی ازش یاد میشه، بدون شک رد و پای یک بحران هم وجود داره. یعنی همواره در آنچه که هست بحرانی شکل میگیره و عقلانیت آن دوره توان پاسخگویی به اون بحران رو نداره و یک عصر جدید و یک عقلانیت جدید صورت میگیره و شکل میگیره. پس قرون وسطا قرون بیعقلی نیست. قرون وسطا قرون اتفاقا عقل و عقلانیته، اما ویژگی این عقل رو باید لحاظ کنیم که عرض کردم، و اینکه دیگه توان پاسخگویی به بحران‌های در پیش آمده رو نداشت یا توان پاسخگویی به مسائل جدید و مستحدثه رو نداشت، و چون توانش رو از دست داده بود بحران شکل میگیره. و از دل این بحرانه که همیشه یک فیلسوف و یا فیلسوفان ظهور میکنن و یک عقلانیت جدید ارائه میدن، چنان که همین امروز روز هم عقلانیت مدرن دچار بحرانه که یک سری فیلسوفان تحت حالا عناوین مختلف، تفکر انتقادی یا پست مدرن یا عناوین دیگر، دارن یک عقلانیت متفاوتی رو ارائه میدن. اونچه که در دوران قرون وسطا دچار بحران شد چند موضوع بود که منجر به ظهور تفکر دکارتی شد. اصلی ترین و مهمترین مسئله بحران خیز در تفکر فلسفی، نه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و اینا رو کار ندارم، در تفکر فلسفی قرون وسطا مسائلی بود که به خدا و جهان و نسبت و ارتباط خدا و جهان برمیگشت. خدا در کجای این جهان قرار داشت برای یک اندیشمندی مثل دکارت؟ طبیعتاً تا پیش از عصر جدید و تفکر مدرن همه حوادث و پیشامدهای جهان به نحوی توسط یک موجودی که موجود برترینه تبیین میشد، همه حوادث و مسائل. اما به مرور که علم و دانش تجربی رشد میکرد، به همون میزان خدا عقب مینشست. اصطلاحاً یک اصطلاحی درباره خدا در همون دوره ساخته شد تحت عنوان خدای ساعت‌ساز، خدایی که جهان رو به مثابه یک ساعت‌ساز ساخته و این جهان هم مانند یک ساعت خیلی دقیق و خوب ساخته شده. اما ساعت‌ساز دیگر کاری به ساعت ندارد، ساعت رو ساخته و رفته و این ساعت بنابر اون قواعد منطقی درونی خودش داره کار میکنه و ایانا یه روزی هم از کار شد بیافته و به پایان برسه. مسئله اینه که خدا دیگر در قوانین جهان دخل و تصرفی ندارد، جهان رو به نحو احسن ساخته و رفته پیکارش، و این علم و دانش تجربی هستش که میتونه این گپ‌ها و خلاها رو پیدا کنه به مرور به مرور به مرور، و به میزانی که علم نفوذ میکنه و این خلاها رو به ما نشون میده و تبیین علمی میده، به همون میزان خدا هم حذف میشه، تا جایی که کسی مثل نیچه در پایان قرن 19 اعلام میکنه چی؟ خدا مرده است. البته عنوان مرگ خدا یه معنای خاصی در نیچه داره، ولی این وجه رو هم داره، یعنی به مرور به مرور خدا حذف شد از حیات انسانی. خب قبل از اینکه این اتفاق بیفته، این اتفاق به چه شکلی در حوزه فلسفه شکل میگیره؟
نسبت خدا و طبیعت و جهان دچار اختلال میشه. بعد دل همین اختلالی که فیلسوفی مثل دکارت ظاهر میشه. شک و شکاکیت در دوره دکارت بسیار غلیظ بوده. کسانی که به شدت شک داشتن حتی به وجود خودشون و وجود جهان، یعنی شکاکیت یه امر سکه رایج بود در دوران دکارت. و دکارت به عنوان فیلسوف، به عنوان فیلسوف نه به عنوان یک سوفسطایی، فیلسوف همواره کارش چیه؟ مثل پیامبران یک وظیفه این که باید بیاییم حالا جهان رو نجات بدیم، اما به طریق دیگه به دنبال نجات این یقینی بود که فرو پاشیده بود و شک و شکاکیت همه جا رو گرفته بود، میخواست به یک یقینی برسه و یک بنای جدیدی روی این یقین جدید بگذاره و یک ساختمان و بنای جدیدی رو بسازه. طبیعتاً اون هم ناگزیر از تن دادن به همین شکاکیت بود، یعنی باید شکاکیت رو جدی میگرفت. کتاب تأملات در فلسفه اولا با همین شکاکیت شروع میشه که من متفکر، من اندیشمند، میتوانم به همه چیز شک کنم. هیچ چیزی در این جهان وجود ندارد که از تیغ شک و شکاکیت من بتواند خلاص شد. همه اعتقادات، همه باورها، شما هیچ باور و اعتقادی رو نمیتونید پیدا کنید که نشه بهش شک کرد. میشه شک کرد به همه چی. دکارت حتی جلوتر میره، به جهان خارج هم میشه شک کرد، به همین بودن من در همین سالن هم میشه شک کرد. کم پیش آمده که ما خواب بوده باشیم و در اون خواب همه چیز رو جدی گرفته باشیم و بعد بیدار شدیم دیدیم همش خواب بوده. از کجا بدونیم که اون چی که اکنون بر ما داره میگذره خوابی نباشه، یک رویایی نباشه و یک روز بیدار شیم ببینیم تازه بیدار شدیم، هر اون چی که گذشت خواب و رویا بود و همه چی پس میتونه معلق بشه. شما حتما با مفهوم شک دکارتی آشنا هستید، شنیدید. شک دکارتی رو تحت عنوان شک دستوری یا شک روشمند هم ازش یاد میشه. من کمی درباره شک دستوری و شک روشمند توضیح میدم که بدونید تفاوت شک روشمند با دیگر شک ها چیه. دیگر شک ها چیه هستن؟ یک، شک روانشناختی یا سایکولوژیک. دو، شک انتولوژیک و هستی شناختی. شک روشمند و شک دستوری از این دو شک متفاوته. چون شما دانشگاه روانشناسی هستید، بد نیست که با شک روانشناختی شروع کنید. در شک روانشناختی یا سایکولوژی، فرد به واقع دچار یک عارضه‌ایه که نسبت به جهان پیرامون خودش دچار تردید میشه، نسبت به اینکه جهان واقعی وجود داره یا نه، به واقع دچار این احوال میشه و کاملا هم فردیه، یعنی مختص همون فردیه که دچار این احوال سایکولوژیک هست. در شک سایکولوژیک کاملا یک امر جزئی داره رخ میده، یک فرد که امر جزئیه دچار داره شک میشه نسبت به جهان پیرامونش. اما در شک روشمند اصلا مسئله سایکولوژیک نیست، یعنی اینطور نیستش که دکارت یا شک دکارتی واقعا دکارت دچار عارضه سایکولوژیک شده بوده و نسبت به جهان خارج واقعا تردید داشته، مسئلهش این نبوده. در شک روشمند اساسا این شک قابل تأمین به همه انسان هاست، جزئی نیست، کاملا کلیه. دکارت برای ما در تأمل اولش تلاش میکنه که نشون بده که همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها با هر دین و مذهب و فرهنگی باشه، اگر بنشینن فکر کنن میبینن میتونن شک کنن. یعنی این شک یک شک جزئی نیست، یک شکیه که همه انسان‌ها در رو میتونه در بر بگیره
به اقتضای اندیشیدن، نه به اقتضای سایک یا احوال و ویژگی های روانی. شک اونتولوژیک به عنوان دوگونه شک متفاوت، شکی است که نسبت به هستی و شناخت هستی ایجاد میشه. اینکه ما آیا در نسبت با هستی میتوانیم به معرفت و دانش و علم برسیم؟ تاریخ اندیشه و تفکر داره نشون میده که کمتر چیزی یا شاید اصلاً چیزی وجود نداره که بشه روش قسم حضرت عباس خورد که این دیگه هیچ کس سر این اختلافی نداره، این است و ولا غیر، همه اغلا حتی غیر اغلا هم درش متفق قول باشن. چنین چیزی رو ما در تاریخ اندیشه سراغ نداریم. هر موضوع اندیشه‌ای و فلسفی رو شما دست بگذارید در تاریخ اندیشه و فلسفه مناقشه روش هست. همین الان هم درباره خیلی از موضوعاتی که ما فکر میکنیم دیگه بدیهیه، دیگه واضحه، خیلی ها مناقشه و بحث دارن و در طول تاریخ هم بحث بوده، بحث فلسفی بوده. یه خاطره رو میگن یه روزی آیه، نمیدونم آیه دکتر فردید رو میشناسید یا نه، به عنوان یکی از دوستان معاصر، ایشون داشته از جلوی مجلس شورای اسلامی اون موقع رد میشده، یکی از این آقایون رو میبینه که ایشون هم اهل فلسفه بوده. آقای فردید اخلاقی داشت که به محض مواجهه با یه آدم مثلا اهل فلسفه اینا، سلام و علیک جمله سوم سوال بود، یعنی دیگه به حرف به قول انگلیسی ها اسمول تاک نمیذاشت، سریع سوال مطرح. یعنی تو وسط خیابون حضرت آیت الله گیر آورد و آقا شما اصالت وجودی هستید یا اصالت ماهیتی؟ حضرت آیت الله میگه خب آقای فردید ما اصالت وجودی هستیم و خیلی بدیهیه این امر. آقای فردید میگه خداحافظ شما، ادامه نمیده اصلا میره. این به امرای یکی از شاگردان بود که این خاطره هم شاگرد مستقیم نقل کرد. ما اومدیم این برم، من مگشتم آقای فردید گفتم که استاد چطور دیدید حضرت آیت الله رو؟ خیلی سریع بود، به نظر من آدم ابلهی بود. گفت چرا بود؟ چون آدم معروفی خیلی تعلیف بود. گویا این آدم اینقدر ابلهه که نمیدونه که اگر اصالت وجود بدیهی باشه این عدد مناقشه و دعوا توش در طول حداقل تاریخ فلسفه اسلامی شکل نمیگرفت. یا این آدم معنی بدیهی رو نمیدونه، یا هیچی از تاریخ فلسفه نمیدونه، یا نمیدونه اصالت وجود چیه. فیلسوف کمتر چیزی رو بدیهی میدونه. فیلسوفان یکی از ویژگی‌هاشون بدیهیاتشون خیلی کمه، خیلی اندکه. اگر یه جای فیلسوفی دیدید خیلی بدیهیات داره یا خیلی به ضرس قاطع حرف میزنه، در این که فیلسوفه شک کنید، شاید مرد خدا باشه، اما در این که فیلسوفه باید شک کرد. فیلسوف کمتر دستش از یقین و یقینیات پر. خب دکارت در تأمل اولش اما میخواهد بنای جدیدی برای علم و دانش ایجاد کنه. مسئلش فقط هستی نیست، مسئلش فقط شناخت هستی نیست. مسئله دکارت، درد دکارت علمه، دانشه. پس اینجا شک روشمند تفاوتش با شک آنتولوژیک هم مطرحه. درد دکارت درد ساینسه، علم برای ساینس. میخواد علم رو براش یک تی و بنای جدید بتراشه. لازمه که به همه این دانش‌ها و معارفی که پیش از این به او رسیده شک کنه و اونها رو قابل شک بدونه و دوباره یک سنگ بنای جدید بگذاره. بعد از این شک خیلی گسترده، شک دستوریش که همه حوزه ها رو در بر میگیره، همه حوزه های علمی، معرفتی و
اعتقادی رو به این نقطه میرسه که اون کسی که داره شک میکنه حتما هست که شک میکنه، یک شکاکی وجود دارد که شک داره رخ میده، کسی هست که شک میکند، کسی هست که میاندیشد و چون شک میکند و میاندیشد پس جهان هم وجود داره، پس هستی هم وجود داره. جمله کوژیتو ارگو سام، میاندیشم پس هستم، باید اینطور فهمید که هستی که شامل حتی وجود خود من، وجود این جهان، وجود خدا، وجود هر آن چیز دیگری که بعداً باید ثابت بشه، قائم به چیه؟ به این کسیه که میاندیشد. من چون میاندیشم جهان وجود دارد، نه اینکه جهان وجود دارد و من هم درون این جهان هستم و یکی از کارهای من هستم در اندیشیدنه، نه، به هیچ وجه فرق است. این فقره اخیر که عرض کردم این چیزیه که بعدها ما در تفکر کسی مثل هایدگر میبینیم، جهانی هست، من هم جهان دارم و چون در جهان هستم میاندیشم. هایدگر اینو به ما میگه بعد از چند قرن، اما دکارت اینجوری نمیگه. دکارت میگه چون من میاندیشم جهان وجود داره. چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ حالا بماند انشالا اون کسی که قرار بیاد برای شما از هایدگر و فلسفه های اگزیستانس اینا بگه توضیح میده شد. خب میاندیشم پس هستم، یعنی هستی جهان، هستی خود من، وجود خود من و هر آنچه که بتواند عنوان هست بودن رو به خودش بگیره قائم به من اندیشنده است. من چون می اندیشم جهان هست، من چون می اندیشم خدا هست، من چون می اندیشم شما هم هستید. خب این جمله ساده که بعدش در تأملات بعدی شروع میکنه جهان خارج رو ثابت کردم، خدا رو ثابت کردم، و دو تا تأمل درباره اثبات خدا داره دکارت، برخلاف این تصور شاید عامیانه که دکارت عنوان بنیانگذار فلسفه مدرن که فلسفه‌ایه که منجر به مرگ خدا میشه، دکارت بسیار اهتمام جدی داره که خدا رو ثابت کنه. یک سوم کتابش اختصاص به اثبات خدا، کتاب تأملات در فلسفه اونا رو با عناوین و کلمات بسیار بلند تقدیم میکنه به پاپ. الان امروز اگه یه فیلسوف کتاب رو تقدیم میکنه به یه مرجع دینی، تقریبا همه ما یه جوری چیز میشیم. اما دکارت کتاب تأملات رو تقدیم میکنه با عناوین بسیار بلند. نه؟ و این داستان هم در امتداد همون ماجراست که اساساً دکارت هم در خلأ برای خودش فکر نمی کرده و هر حال دیسکورس غالب و اون هژمونی غالب، هژمونی کلیسا و علم و عقلانیت کلیسا بوده. این خیلی طبیعی بوده که دکارت کتابش رو تقدیم کنه به ارباب کلیسا. شاید غافل از این که این کتاب قرار است که به جهانی منجر بشود که اولین قربانیش کلیسا و ارباب کلیسا است. درباره این من دکارتی و این سوژه دکارتی که به تعبیری میشه گفت که فلسفه مدرن از همین من ظهور میکنه حرف زیاده. این ویژگی این من دقیقا همون چیزیه که کمبود و خلأش در عقلانیت مدرن احساس میشه. در عقلانیت مدرن جهان و هستی اعتبارش رو از من اندیشنده نداشت، جهان و هستی برای خودش مسلم بود و این اندیشمند باید اون رو کشف میکرد و استدلال میکرد. اما با دکارت که من میشه محور و ماسوای من در واقع باید قول این من تعریف بشه.
پس اگر یه جایی گفتن فلسفه دکارت الهادیه، این حرف حرف باید عجیبی باشه، چون به هر حال دکارت به صراحت، نه به کنار، به صراحت در صدد اثبات وجود خداست. اما این حرف خیلی هم پر بیراه نیست که فلسفه دکارت فلسفه الهادیه. چرا؟ برای اینکه خدایی که دکارت داره اثبات میکنه با خدایی که در تفکر قرون وسطایی یا تفکر دینی وجود داشته از زمین تا آسمان فرق میکنه. خدای دکارتی خداییه که منوط و قائم به سوژه اندیشنده است و خدا هم به سان همه چیزهای دیگر ابژه است. تا پیش از دکارت همه چیز بر محوریت خدا معنا پیدا میکرد، خدا محور هستی بود و همه چیز بر حول هوش خدا معنادار میشد. اما با دکارت بود که به جای خدا انسان، اونم نه هر انسانی بلکه انسان اندیشنده سوژه در واقع فاعل شناسا، از نظر فلسفه دکارت، از نظر فلسفه مدرن، انسان قرن بیستیکمی که هنوز باور به اموری داره که از دل این سوژه در نیومده، اعتقادات دینی و مذهبی، این انسان اصلا انسان این سوژه اندیشنده نیست. سوژه اندیشنده کسیه که بتونه یک بار با شجاعت و با شهامت و بدون ترس بشینه همه چیز رو بگذاره کنار، بگه حالا میخوام خودم همه رو بشناسم. قال فلان و قال بسار نداریم، کیک گفت فلان چیز خوبه، کیک گفت فلان چیز بده نداریم. این منم که باید از ابتدا از نقطه صفر، این کار خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، یعنی واقعا چند درصد آدم که تو همین سالن نشستن توان این کار رو دارن؟ حتی اون آدم که فکر میکنن که به شدت لامصبن، اصلا اینطور نیست. آدم که توان این رو داشته باشن که از صفر همه چیز رو خودشون بخوان شروع کنن به فهمیدن. میخواید امتحان کنم؟ کی دارم؟ کی درباره هوافت عالم فکر کرده؟ هوایی که هر روز داریم استنشاق میکنیم، نفس میکشیم، کی تا الان فکر کرده این چیه؟ چرا ما هوا نفس میکشیم؟ این نفسی که میاد و میره و ممد حیات هست و مفرد هزات هست و بلا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 ل
زندگی ما که اصلا نااندیشیده باقی میمونه، ولی ما باش زندگی میکنیم. شاید نیاز نداره. همین. نیاز نداره. دقیقاً. نیاز نداره. ولی باید کار داره راه میفته. زندگی داره پیش میره. مرض داره میگه. دقیقاً همینجاست. فیلسوف اون آدم مریضیه که مرض داره. میاد دست میذاره به همون نقطه‌ای که ما فکر میکنیم هیچ نیازی نیست. آقا چه مرضی داری که الان داری این باوری که میلیون ها آدم باش دارن زندگی میکنن، دارن باش دارن لذت میبرن، چرا میای اینا رو دستکاری میکنی؟ اون که مشکلی نداره، چه نیازی هست؟ از زاویه دیده خیلی ها، خیلی از بحثایی که یک فیلسوف مطرح میکنه واقعا عبثه، خرمگز دیگه. آقا مردم دارن زندگیشون رو دارن، خیلی دارن. اینجاست که ما میبینیم اون کوجیتوه واقعا یک مسئله سایکولوژیک نیستش. یعنی اینطور نیست که هر آدمی بتونه بشینه کنار اون بخاری که دکارت، اون شومینه که دکارت لب داده بود و شروع کرد به تأمل و فلسفیدن و شک کردن، کار هر کسی نیست. یعنی علال اغلب انسان ها به طور معمول این کارو نمی کنن و نبایدم بکنن، چون زندگی مختل میشه. یعنی از همین الان شما بشینید به همه چیز شک کنید، به همه چیزهایی که در واقع مسلم فرض گرفته شده، ولی از کار زندگی میفتید، در حالی که دانشگاه نمیتونید برید، باید بشینید برای اون سوالاتتون هی جواب و جواب. خوب، در دوره قرون وسطا گفتیم اون کسی که
معنا میداد به جهان، معنا بخش هستی بود، خدا یا مفهوم متعالی بود که حالا با عناوین مختلف ازش ذکر شد. اما وقتی که تجربه و دانش تجربی رشد کرد، آدم ها دیدن که به واسطه همین علوم تجربی داره هی این خدای مفلوک داره هی عقب نشینی میکنه، هی عقب نشینی میکنه، دیگه جایی برای خدا نمیمونه. من به واسطه علم تجربی میتونم همه چیز رو تبیین کنم. این اتفاقی که داره یواش یواش با دکارت داره شکل میگیره و با دکارت داره آروم آروم بسترش فراهم میشه، این اتفاق علاوه بر این که باورها و اعتقادات دینی مسیحیان رو نسبت به جهان هستی دچار تردید میکنه، نسبت به علومی که از منبع حوزه های علمیه مقدسه مسیحیت در حقیقت صادر شده بود هم دچار تردید میشه. خب گالیله چی کار کرد؟ ظاهرن یک آزمایشی رو انجام دادن. البته در علوم در تاریخ علم درباره این آزمایش اختلاف روایتی وجود داره. اون چیزی که عامیانش که میگن رفتن بالای برج پیزا و اونجا اون آزمایش رو انجام دادن که یک پری و با یک وزنه‌ای رو پرت کردن که چنین چیزی نیست. در تاریخ علم این آزمایش صورت نگرفته. اون آزمایش که گالیله انجام داد یه سطحی بوده که حالا توی چون من خودم برج پیزا رو دیدم، برج پیزا اصلا اونقدر چیزی نیستش که بخواد چیه وزن اشیا رو تغییر بده. اون آزمایش که در یک سطح شیبداری انجام میدن به فاصله زیادی دو تا شیء با دو وزن مختلف رو رها میکنن ببینن که این با چه سرعتی میاد، در اون آزمایش هم ارسطویان حضور داشتن هم دکارت هم گالیله. و جالبه که باز در روایت های عامیانه از تاریخ علم به ما نمیگن که در اون آزمایش ارسطویان به نفع خودشون تفسیر کردن اون آزمایش رو و گالیله به نفع خودش. ولی چون بعدها تاریخ علم رو طرفداران به هر حال گالیله و علم جدید نوشتن، این روایت رو نوشتن. ارسطویان همون آزمایش، همون فکت واحد رو به نفع خودشون تفسیر کردن و این توان رو فلسفه قرون وسطا و فلسفه ارسطو داره که این رو به نفع خودش تفسیر کنه. چون تعریفی که از وزن، از حرکت، از شیء و از جهت در فلسفه ارسطو وجود داره متفاوت از تعریفی که از همین ها در فلسفه مدرن وجود داره. اونا با تعاریف خودشون از همون فکت به نفع خودشون استفاده کردن. اصلا مسئله این نبود که این دو شیء همزمان رسیدن یا با فاصله رسیدن. تفسیرش خیلی مهم بود. اون چه که تفسیر گالیله رو تفسیر غالب میکنه تفکری بود که پیش از این بنش در حقیقت ارائه شده بود. اگر تا پیش از دکارت انسان به مثابه موجودی بود که با تجربه و با حواس پنجگانش جهان رو تجربه میکرد و به معرفت در می آورد با حواس پنجگانه، یعنی چی؟ یعنی انسان به واسطه حواس پنجگانه اشیا رو دریافت می کرد، تجربه می کرد و به عقل منتقل می شد و عقل اون نیروی الهی بود که به معرفت می رسید. این تفسیر، تفسیر قرون وسطایی از فرایند شناخت و نالج بود. اما با دکارت و بعد از دکارت و کانت چه اتفاقی افتاد؟ در واقع مقدماتش رو دکارت ریخت و کانت تکمیلش کرد. گفت ما به تجربه، یعنی با حواسمون، مواد خام رو میگیریم. اون چه که صورتی که به این ماده خام اعطا میشه توسط عقله. عقل هم موجود خودبنیادیه.
عقل صورت میبخشه، صورت بخشه. تا در قرون وسطا صورت بخش کی بود؟ واهب الصور کی بود؟ واهب الصور یکی از اسماء الهیه دیگه. یه جوری نگاه میکنید انگار اصلا اسم کلمه واهب الصور به گوشتون نخورد. واهب الصور یکی از اسماء الهیه، یعنی صورت میبخشه به اشیا. ما به واسطه حواسمون صورت اشیا رو ادراک نمی کنیم. شما با حس لامسه یا با حس بینایی این ظرف رو مشاهده می کنیم، اما اون چیزی که به شما می گوید که این ظرف استوانه است، مفهوم استوانه رو با چشم به دست آوردید؟ نه خیر. شما با حس لامسه آتش رو لمس میکنید، اما اون چه که به شما میگوید آتش سوزاننده است، اون چه که به شما میگوید آتش سوزاننده است، همین حس لامسه است. مفهوم سوختن رو از کجا به دست میارید؟ شما با دهانتون آب میخورید، رفع آتش میشه. اون چیزی که به شما میگوید که آب رفع آتش میکند، همین حس نمیدونم چشاییه یا این مفهوم علت رو، علیت رو کی به شما میده؟ مفهوم علیت از طریق حواس پنجگانه به دست میاد. کانت میگه که عقل این صورت رو میبخشه به ماده خام، مفهوم علیت رو عقل میبخشه و شما میتونید ادراک کنید. ادراک پس صرف تجربه حسی نیستش. اون چیزی که حسگرایان میگفتن قبل از کانت، میگفتن ادراک همون تجربه حسیه، کانت میگه نه، حواس کورن، هیچی نیستن، فقط یه سنسورن، دریافت میکنن، اما مفاهیم جای دیگری اعطا میشه. اون مفهوم علیت رو کی میده به این تجربه های پراکنده و خام؟ این مفهوم رو عقل میده، نه خدا. خدا به مثابه واهب الصور دیگر وجود ندارد. یعنی تمام تلاشی که حالا این رو هم عرض بکنم، تقریبا همه فیلسوفان بزرگ مغرب زمین از دکارت تا حالا فیلسوفان معاصر، فیلسوفان بزرگ یعنی درجه یک، یعنی صاحب مؤسس، همشون در اثبات خدا ادله‌ای رو ارائه دادن. نمیدونم چه واقعا مرضی بوده که حتما باید، اما مرض نبوده البته، استدلال و اثبات وجود خدا برای فیلسوفان بزرگ مثل دکارت و کانت و هگل و لایبنیتز و اینها از اون جهت اهمیت داشت، چون فیلسوف به هر حال فرق میکنه با یک خطیب و با یک واعظ. فیلسوف میخواهد یک نظام عقلی ارائه بده که هر اون چه که هست تو اون نظام جاش معلوم باشه. به هر حال خدا به عنوان یک مرض یا به عنوان یک عطیه الهی، عطیه به عنوان هر چیزی هست، نمیشه از شرش خلاص شد به این راحتی، باید یک جایی داشته باشه، باید براش تو اون نظام و تو اون باکس فلسفی که دارم براش داره ارائه میده باید جاش معلوم باشه. دکارت و کانت به درستی، یعنی به درستی یعنی توی نظام فلسفی خودشون به طور منطقی جای خدا رو معین میکنن. خدای ساعت ساز، خدا نه اینکه نیست، خدا هست، اما ساعت سازیه که ساخته و رفته به کارش و نظام هستی بر اساس منطق درونی خودش داره کار میکنه و داره پیش میره. این که داریم میگیم که توی تمام حالا تفکرات این فیلسوفا خدا یه نقشی داشته، این بُعد فرهنگی داره یا اینکه یه طوری درونی‌تر، یعنی اگه یه عده آدم ها داشته باشیم که تا حالا در مورد خدا چیزی براشون، یعنی صحبتی باهاشون نشده باشه، اونا باید این دغدغه رو داشته باشن. ببین
همون که عرض کردم، فلسفه رو از اون مسائل سایکولوژیک جدا بکنید. اگر فیلسوف درباره خدا داره حرف میزنه، به این معنا نیستش که الان شخصا یک مسئله با خدا داره، یا به لحاظ شخصیتی درگیری داره با خدا، یا خدا باوره، یا نه، اصلا اینا نیست. مسئله نظام فکریه. شما الان دارید این نقشه ای ارائه میدید، مثلا میام به شما میگن که خانم این دانشگاه قراره مثلا اینجا یه مثلا یه رخداد فرهنگی ایجاد کنن، به شما میگن شما بیاید یه طرحی بدید. شما شاید با اون ایده‌ای که دانشگاه داده اساسا مخالف باشید، ولی حالا به شما به عنوان تکنسین دادن که طرح بدید دیگه. شما به عنوان مثلا شما معمارید، میگن آقا بیا یه طرح مسجدی رو بساز، اصلا شما اصلا خدا و نماز و اینا هم اعتقاد ندارید، ولی به عنوان معمار میرید براشون یه نقشه مسجدی رو میسازید. به عنوان معمار شما اصلا مسئله نیست که شما به خدا اعتقاد داری، مسجدی هستی، خدا نمازخون هستی یا نیستی، اصلا اونا مهم نیست. اونجا به عنوان معمار کارت رو برای اون طرح داری درست انجام میدی. فیلسوف وقتی یک نظام فلسفی داره میریزه، تو نظام فلسفی باید جای همه چی روشن باشه، جای انسان، جای جهان، جای طبیعت و جای خدا. خدایی که چی؟ اصلا شاید شخصا هیچ اعتقادی نداشته باشه، اما باید تو این نظام جاش معین باشه. بعد هاست که فیلسوفان آرام آرام میرسن به جایی که دیگه اصلا چون خدا عملا رفته کنار، دیگه اصلا تو اون پلنی که دارن، تو اون نظام فلسفی که دارن، اصلا دیگه جایی برای خدا نیست، چون قبلا رفته کنار، این نذاشته کنار، آرام آرام حذف شده به واسطه همون علوم تجربی، به واسطه همون مفهوم ساعت ساز رفته که حالا دیگه تو این پلن اصلا معنی نداره اصلا از صحبت. چون مثلا برای یه فیلسوف امروز، مثلا پست مدرن، یا یه فیلسوف معاصر مثلا بیاد حالا درباره خدا تو نظام فلسفی حرف بزنه، تقریبا شبیه جوکه، خیلی چیزی نداره براش، یعنی تعریفی نداره. خب این اتفاق در تعاریفی که از نقش انسان در هستی ارائه میشه شکل میگیره. اومانیسم یا انسان محوری رو نباید به معنای سطحی که یعنی در دوران قرون وسطا انسان چون شکنجه میشده توسط ارباب کلیسا، بعد اینها اومدن به انسان مثلا اهمیت دادن، نه، اصلا به این معنا نیست. اومانیسم به معنای محور قرار گرفتن سوژه است، نه هر انسانی. اصلا اومانیسم، اینم یکی از اون اشتباهات عامیانه است که تو فضای فرهنگی ما توسط آقایون و علما اینا خیلی مثلا فکر می‌کنم اومانیسم یعنی اصالت انسان، ترجمه تحت لفظیش هم اینه دیگه، که البته ما اومانیسم رو بشر انگاری ترجمه می‌کنیم، نه انسان بهتری. منظور یعنی اصالت دادن به سوژه، اونم سوژه اندیشنده، نه هر انسانی. اومانیسم اصلاً به انسان سنتی اصلاً هیچ اعتباری قائل نیست. برای اومانیسم انسانی که هنوز اپروچ پیشا مدرن یا پری مدرن داره هیچ اصالتی نداره، گرچه اون دو گوش و دو چشم و چیز باشه، اصلا برای انسان نه. بر اساس همینه که اومانیسم یعنی کسی، یعنی فیلسوفی که به اومانیسم باور داره، به راحتی بدون هیچ تناقضی، بدون هیچ تناقضی و بدون اینکه شما بهش بگید چه آدم بی اخلاق، میتونه ثابت کنه که بمباران هیروشیما بسیار کار درستی بوده. این کارو میکنه. کی این کارو میکنه؟ پوپر. پوپر به عنوان فیلسوف اومانیست از بمباران هیروشیما دفاع میکنه و تو منطق اومانیست درسته. چون اومانیست فقط اصلا به معنای انسان، به معنای 7 میلیارد انسان نیست. که ما بعد یقش رو بگیریم بگیم آقای پوپر تو چقدر بی اخلاقی که مثلا ژاپنی ها اون همه انسان رو انسان ندونستی؟ نه، اصلا چنین چیزی نیست. اومانیسم چنین چیزی نیست. اینکه ما توی یه فهم عامیانه و دم دستی فکر میکنیم اومانیسم یعنی اصالت دادن به کرامت انسانی، اصلا چنین چیزی نیست. اومانیسم یعنی محور قرار دادن سوژه، سوژه دکارتی، سوژه ای که می اندیشد و بر اساس اندیشش حالا میتونه خدا رو ثابت کنه و میتونه نفی کنه. اگر ثابت کرد این خدا متکی به این سوژه است، چون من میاندیشم خدا وجود داره، چون من میاندیشم خدا وجود نداره. یعنی این هر دو کفه یک ترازوه. اومانیسم محور قرار گرفتن سوژه است،
این رو به عنوان یه دانشجو فلسفه از من داشته باشید یادگاری که اگه یه جایی شنیدید یکی داره درباره کلمه اومانیسم از عباطیلی که چه آخونده و چه دانشگاهیاش میگن همونجا با کف دست بزنید تو صورتش و اجازه ندید ادامه بده. خب ما با چنین انسانی الان طرفیم در عصر جدید که همه چیز رو میخواد معنا بده، میخواد یه معنای جدید بده به همه چیز. فلسفه دکارت به عنوان فلسفه بنیان تفکر مدرن اگر از شک شروع میکنه برای این نیست که اون باورهای سابق رو ثابت کنه، بلکه میخواهد یک ساختمون جدید بسازه که از دل این ساختمون جدید علم به معنای ساینس چی بشه؟ تولید بشه با بن جدید، با یک بنی که دیگه قالا و قیلا نیست که میگوید که علم خوب است، علم بروید دنبال علم، بروید نمیدونم تا چین هم که شده دنبال علم بده، اصلا این خبر هم نیست. اولا که اینجا علم معنای بسیار روشنی داره به معنای ساینس، به معنای علوم تجربیه، و دومی که این اعتبار هم باز سوژه داره میده. اما داستان شازده کوچولو بود که میخواست چیز کنه، از اون سفینه سیاره خودش خارج بشه، بهش گفت که من به تو اجازه میدهم که بروی، کاری هم نمیتونست بکنه، اجازه نمیدونه میرفت، من به تو اجازه میدم. دین مبین مسیحیت به زن کرامت میبخشد، دین مبین مسیحیت به انسان کرامت میبخشد. میگه اصلا من نمیخوام تو به من کرامت بدی، اصلا تو اصلا اون کرامتی که تو میخوای بدی من نمیخوام، من میخواهم روخای خودم بیستم و کرامتم رو از خودم داشته باشم. برای من دیگه پس حدیث و روایت و قال و قیل از موسی و از عیسی نخون که اینها چقدر کرامت دادن به انسان، اینها چقدر کرامت دادن به علم. اصلا اون رو من نمیخوام، اصلا اون کرامتی که تو داری میگیره تو، من با اون مشکل دارم. من میخواهم علمی داشته باشم که کرامت خودش رو از تجربه ناقص دست و پا شکسته خودش به دست میاره، نه از کسی دیگر یا چیز دیگر. ساختمانی که دکارت میسازه رو من توضیح بدم با یک مثال، بعد بریم برای بحث و گفتگویی که اگه احیانا دارید. شما همینک یک کارخونه ضرب سکه دارید، درسته؟ الان کارخونه ضرب سکه رو دارید گذاشتن در اختیار شما. شما اگه قرار باشه برید برای این کارخونه‌تون کارگر و نیروی کار استخدام کنید، چیکار می‌کنید؟ چون برای جایی که امکان دزدی اینا زیاد داره دیگه، میرید هر چی آدم مؤمن و فاضل و امامزاده رو پیدا می‌کنید؟ مگه میشه؟ اتفاقی که تو مملکت ما میفته فکر می‌کنم با آوردن آدم خوب توی سیستم، اون سیستم خوب میشه. دکارت میگه که نه خیر، نه امامزاده ای وجود داره و نه آدم. ما اتفاقا برعکس، ما باید فرضمون رو بر این بذاریم که همه 7 میلیارد انسان روی زمین دزده. باید این فرضمون رو بر این بذاریم، بعد سیستم رو طوری درست کنیم که این 7 میلیارد دزد نتونن یک سکه بدزدن. این اون تفاوت بین نگاه دکارتی با نگاه غیر دکارتیه. در نگاه دکارتی مهم این نیستش که شما امامزاده میخواید بیت حکومت کنی یا نمیدونم فلان فاحشه، اصلا این مهم نیست. سیستمت رو باید طوری ببندی که در این سیستم هیچ انسانی نتونه خطا کنه. نظامی که دکارت داره برای ما توصیف میکنه نظامیه که فرضش رو بر این میگیره که همه چیز قابل شک. اینکه مثلا بعدها بعد از دکارت کتابهایی نوشته شد تو هم زمان خود دکارت و همین الان تو حوزه علمی خود ما، من تو همین قوم مثلا بعضا کتابهایی میبینم پاسخهایی به دکارت، پاسخهایی به فلسفه دکارت. بعد اومده مثلا واقعا هم تلاش عقلی کرده، یعنی اومده ثابت کنه که نه نمیتوان به همه چی شک کرد. خب یارو اصلا نفهمیده داستان چیه، یارو اصلا نفهمیده این شک دکارتی همون مفروضیه که لازمه ساخت این سیستمه.
یعنی اگر قرار این سیستم ساخته بشه، این باید این شک وسیع و گسترده رو بکنه، باید فکر کنه که همه چیز قابل شکه، چون اگه یه جا در بره از همون یه جا خلل وارد میشه، مثل همون کسی که میخواد کارخونه ضرب سکه بزنه، اگه یه جا فکر کنه که نه این مدیر من دیگه امامزاده است، دقیقا از همونجا میخوره، دقیقا اختلاسه دقیقا از همونجا صورت میگیره که فکر میکرد این آجا چفیه گردنش مثلا 3000 میلیارد نمیدوزده. شک دکارتی تکلیفش برای خودش روشنه، میخواهد اون بنای مستحکمی که هیچ خللی برش وارد نشه رو بسازه. لذا شکش عنوان شک دستوریه، شک روشمنده. فرض میگیره که جهان وجود نداره، فرض میگیره که همه ما خوابیم، فرض میگیره که هیچ چیز محکمی وجود نداره. اگر این فرض رو نگیره نمیتونه اون رو بسازه. برای اینکه بتونه برسه به اون نقطه کوژیتو که اون منه، قراره که چی؟ من جای خدا بشینه. قراره من کوژیتو جای الله یا خدا یا هر دین دیگری بشینه. این چطور میتونه بشینه؟ زمانی که همه چیز به درستی بشه نفی بشه. اگر یک انتقاد معروفی که به فلسفه دکارت وجود داره، میگن فلسفه دکارت اون میاندیشم پس هستم یک گزاره منطقی نیستش، و این انتقاد درسته. گزاره منطقی منظور از گزاره منطقی چیه؟ قیاسه، صغرا کبرا که میگیم، صغرا کبرا یعنی یه مقدمه، دوتا مقدمه و یه نتیجه ازش بگیریم. با قیاس آشنا هستید دیگه. در قیاس، در مهمترین شکلش که شکل اول باشه، ما یه دوتا مقدمه داریم که مقدمه اول صغراست، مقدمه دوم کبرا، یعنی کلیه استش و نتیجه. مثلا در مقدمه اول میگیم سقراط انسان است، درسته؟ در مقدمه دوم میگیم که کلی، میگیم هر انسانی فانی است. در مقدمه سوم نتیجه میگیریم که پس سقراط فانی است. میگن قیاس. من میاندیشم پس هستم چه جور قیاسیه؟ ایراد داره قیاسش. چون وقتی میگه من میاندیشم، تو میم ضمیر میاندیشم من رو از قبل فرض گرفته. بعد میگه که پس من هستم، چیزی رو داره میگه که قبلا فرض گرفته. پس این صورت استنتاج درستی نداره. این انتقاد به کوژیتو ارگو سام وارده. میاندیشم پس هستم، اون هستیش تو همین میاندیشم هست. اما باز میگم نکته ای که کوژیتوی دکارتی داره اینه که اساساً حتی دنبال ارائه استدلال قیاسی و ارسطویی نیست. چون فلسفه دکارت یه جورایی در مقابل فلسفه ارسطوئه، در مقابل منطق ارسطوییه. نمیخواد استدلالش هم قیاسی باشه. به یک معنا کوژیتو ارگو سام یک اعلانیه است. اعلانیه‌ای برای عصر جدیده، برای جهان جدید و علم جدیده. اعلانیه است. شما تو اعلانیه استدلال نمیارید. شما میگید این است و بلا غیر، تموم شد رفت. تصمیم گرفتیم که چنان شود. تصمیم گرفتیم که فلان اراده ما محقق شود برای فلان کار. دیگه چیز دیگه مهم نیست. این اراده معطوف به چه چیزیه؟ به ساختن جهانی بر پایه سوژه. برای همینه که فوکو بعدها در قرن بیستم یه جمله خیلی جالبی داره، میگه بزرگترین اکتشاف همه تاریخ بعد از قرون وسطا بزرگترین اختراع، نه اکتشاف، بزرگترین اختراع بشر در بعد از قرون وسطا اختراع سوژه بود. سوژه اختراع شد. آره، به درستی سوژه اختراع شد. تا پیش از این انسان به مثابه سوژه نبود، به مثابه فاعل شناسا نبود. انسان حیوان ناطق بود. انسان موجودی بود که یکی از توانایی‌هاش اندیشیدن بود،
یکی از توانایی‌هاش عشق ورزیدنه، یکی از توانایی‌هاش نمیدونم شعر گفتن و توان، یکی از توانایی‌هاش هم اندیشیدن. اما با دکارت بود که انسان به مساوی موجود فقط اندیشنده، اون هم به معنای کسی که اعطای صورت میکنه تعریف شد. این اختراع جدید تمام جهان رو تحت تأثیر خودش قرار میده. و اگر تعریفی که از حقیقت به دست میده کانت بعداً، شما میدونید دیگه در ارسطو حقیقت به چه معنایی بود؟ به معنای مطابقت ذهن با عین بود. حقیقت یعنی مطابقت ذهن با عین. و این مطابقت کجا رخ میداد؟ در گزاره ها رخ میداد. یعنی شما مثلا میگفتید الان هوا تاریک است، این گزاره چون مطابق واقع نبود حقیقت نبود. در دوره جدید تعریف حقیقت چی میشه؟ دقیقاً برعکس میشه. اگر در ارسطو مطابقت ذهن با عین بود، در دکارت و کانت میشه مطابقت عین با ذهن. اینجا ذهن با عین، اینجا عین با ذهن. یعنی چی؟ یعنی جهان خارج باید مطابق این ذهن من باشه. اگر بود فبه ها، اگر نبود تغییرش میدیم، مطابقش میکنیم. برای همین جمله مارکس هم دقیقا میبینیم که تو همین معنا داره. پیش از این فیلسوفان جهان رو تفسیر میکردن، ما برامیم که جهان رو تغییر بدیم. یعنی بونه تفکر مارکس هم تفکر دکارتیه. تغییر دادن جهان بنابر خواست و اراده. من می اندیشم، من اراده می کنم. اراده سوژه است که تعیین می کنه حقیقت چه چیزیه. حقیقت دیگه اون معنای ترانسندنتال و متعالی که مثلا بوده بر انسان اعطا می شود و نمی دانم انسان محبت حقیقت است و فلان و اینا دیگه نیست. انسان اون موجودی که معنا رو می سازه. محبت معنا نیست، سازنده معناست، خالق معناست. این تفکر مدرن سرتاسر مبنی بر کتاب تأملات در فلسفه اولای دکارت که خیلی کم حجم هست. یعنی اگر خدای نکرده یه روزی خواستید فلسفه به طور جدی بخونید، حتما این کتاب رو باید بخونید، چون کتاب کم حجمی هست و شما خیلی کمک میکنه که به طور مستقیم جهان مدرن رو بشناسید. و من برگردم اون عرایض اولیه هم که گفتم، وقتی که ما ایرانی، چون به هر حال این حرفا رو از این جهت باید برای ما مهم باشه که نسبت من ایرانی و ما ایرانی با این جهان مدرن هم روشن میشه دیگه. شما سنتون حالا شاید خیلی قد نده، ولی مثلا تو دهه نورانی 60 اون موقع یه بحثایی میشد، مثلا خیلی ها میومدن در اثبات مثلا حقانیت قرآن و نمیدونم دین مبین اسلام، شاهد مثال می آوردن، می گفتن مثلا این حرفی که فیزیک اینجا گفته یا این حرفی که زیست شناسی الان گفته این در قرآن هم بوده، هست. میگن الان خداش من نگران بودم که شاید نگفته باشن. خب چرا این اتفاق می افته؟ مثلا این که بگوید که آنچه که دکارت و کانت و نمیدونم هگل و اینها گفتن، اینها در دین مبین اسلام و نمیدونم در قرآن هم هست، این از کجا ناشی میشه؟ آیا این غیر از اینه که اینها با مبانی تفکر مدرن آشنا نیستن؟ اصلا خودش داره سوال میبره. چیزی که خودش نیاز داره به اینکه این چیزی که قبلا ثابت شده بگه و بفهمن این درسته، خودش میگه. نه اینا میگن چون قبلا گفته امتیاز با اینه دیگه. نه حالا بحث اینکه حالا اصلا اون زیر سوال میره، نه مسئله اینه که عدم فهم عمیق از جهان مدرنه. و چون از جهان مدرن فقط مصرف کننده بودن، حل و حول خور بودن و هیچ وقت ریشه های این درخت مدرنیته رو نفهمیدن و ندیدن، خب طبیعتاً آدم حل و حول خور به چیز هم میفته دیگه، رودل هم میکنه و دچار عارضه هم میشه دیگه. که ما از این عارضه و از این رودل کردن با تعابیر مختلف یاد میکنیم، میگیم انحطاط، نمیدونم مثلا این چیزایی که به ما میگن الان، آره نمیدونم امتناع تفکر، انحطاط،
حالا این الان می‌بینی که بعضی از اندیشمندان معاصر گفتن غرب زدگی یا چیزای دیگه. این وضعیتی که ما الان دوچارشیم به خاطر همینه، یعنی ما افتادیم تو وسط جهان مدرن و داریم به شدت هم می‌خوریم اما از مبانی این تفکر هیچ آشنایی نداریم. نظام‌های سیاسی ما، نظام‌های اقتصادی ما، نظام‌های اجتماعی ما بر اساس همین جهان مدرن شکل گرفته. ما مثل غربی‌ها پارلمان داریم، انتخابات داریم، نمی‌دونم پرش داریم توی خیابونامون، بیشتر از حتی خود آلمان. جیب همه دانشجوها حتما یه موبایل اپل رو نمی‌دونم آیفون و این همه اقسام چیزا هست، جدیدترین تولیدات مدرنیته هست، جدیدترین خودروها تو خیابونا هست، اما دریغ از اون فرهنگی که. و ما فکر میکنیم که نبودن فرهنگ به خاطر عدم آموزشه. کی گفت عدم آموزشه؟ ما که از همون اول که میخوایم آیین نامه بگیریم همه اینا رو میخونیم که آقا نمیدونم سبقت از فلان ممنوع. باز چرا چه چیزی در خیابونهای ما داره خودش رو نشون میده؟ اینه که ما تاریخ ما نتونست با تاریخ مدرنیته و با تاریخ عقل مدرن خودش رو با عقل مدرن نتونست برد بده. عقلانیت مدرن هرگز وارد جهان عقلانی ما نشد. ما مصرف کننده ایم. عقل مدرن اصلا کجای زندگی ما تونست وارد بشه؟ و ما کجای زندگیمون با خرد مدرن فکر میکنیم؟ اپل تو گوشی تو جیبم هست، اما اگر به هر حال اگر بازی اتفاقی بیفته اینا متوسل میشن باز به همون انگاره‌های سنتی و دینی و باورهایی که دارن. نمیگم اونا غلطه، میخوام بگم عدم سنخیتشون، میخوام بگم یعنی ما یک زندگی دوگانه در سطح تفکر داریم. یعنی زندگی که هویتمون به نظر میاد دچار میشه، یه ذره که نه کلا اصلا رو هوایی، یعنی چیزی که بنیانش بنیانی نداره، نه اینکه بنیانش خراب، اصلا بنیانی نیست دیگه. مصرف کننده جهان مدرن و محصولات مدرن هستیم با انگاره هایی که ذاتاً با انگاره های این جهان مدرن تضاد داره ذاتاً. و این وضعیتی رو برای ما پدید آورده که دیگه برای همه ما آشنا هست و ما میدونیم چی هست و تقریباً. خب من فکر میکنم که برای فلسفه دکارت دونستن این نکته کفایت میکنه که این فلسفه و این فیلسوف در صدد ساختن جهانی بود که اکنون ما در اون جهان داریم زندگی میکنیم. دکارت یعنی همین، این یعنی دکارت. دکارت یعنی همین چراغ، دکارت یعنی همین پروژکتور. اون تعریف حقیقت رو نگاه کنید، تغییر میده جهان رو. تکنولوژی به معنای استفاده از ابزار برای تسهیل امور نیست. این باز یک تصور عامیانه غلطه که فکر میکنه که اون بیلی که مثلا کشاورز در هزار سال پیش استفاده میکرده یا اون چی اسمش گاو میبستن گاو آهن، گاواهن یک نوع تکنولوژیه مثلا هزار سال پیشه. نه خیر، تکنولوژی ابزاری برای تسهیل کار زندگی انسان نیست. تکنولوژی یعنی زدن صورت انسانی، زدن قدرت صورت انسانی بر جهان. قدرت، مفهوم قدرت در تکنولوژی است. در گاواهن قدرت نیست. در کشاورزی دوران پیشا مدرن انسان تیماردار زمین بود، مراقبت میکرد از زمین، ابزار هم در خدمت این تیمارداری بود و از قبلش هوایجش هم برطرف میشد. اما در تکنولوژی مدرن انسان شیره زمین رو میمکه. اصلا دو تیمار زمین یعنی شعره، از این حرفو که الان من دارم میگم شعره دیگه، واقعا هم هست. تیماردار زمین یعنی چه؟ بیشترین استفاده و بهره بری رو باید از زمین کرد. تکنولوژی یعنی، تکنولوژی یعنی قدرت، قدرتی که از دل همون کوژیتو در میاد. باز هم این تصورات عامیانه رو باید از فلسفه دکارت یاد بگیریم که بذاریم کنار. جهان مدرن، تکنولوژی مدرن، علم مدرن هیچ ربطی به علم پیشا مدرن نداره. علم مدرن ادامه علم
دوران قرون وسطا نیست. از دل کتاب شفان قانون ابن سینا پزشکی مدرن در نمیاد. پزشکی مدرن یعنی سلطه بر یک قسمتی از جغرافیای جهان که بدن باشه است. یک قسمتی از جغرافیای جهان که بر این بدن باید سلطه پیدا کنه. اما در طبابت قدیم اصلا مفهوم سلطه در میان نبود. مفهوم بدن به عنوان یک جزء در میان نبود. بلکه بدن در مجموعه کل دیده میشد که این بدن در نسبت با یک کلی به نام هستی و جهان و فلان و فلان و فلان اونجا دیده میشد و بیماری هم در اون نسبت دیده و فهمیده و معالجه میشد. اما در پزشکی امروز مثلا هیچ اهمیتی داره که شما الان مثلا سرما خوردی بری پیش پزشک بگی آقا یا خانم پزشک من سرما خوردم، بگی که متولد چه ماهی هستی، تو چه نمیدونم در کدوم شهر به دنیا اومدی، اون روزی که به دنیا اومدی نمیدونم ماه در کدوم برج بود، یا چی میگی آقا من سرما خوردم اومدم بیا قرص مثلا سرما خوردگی من بدی. علم جدید به هیچ وجه ادامه علم قدیم نیست، دقیقا انقطاع علم قدیمه. این که میگم نظر کیه دقیقا، نظر اساساً نظر فوکو اینا بود؟ نه، تقریبا همه فیلسوفان علم، فیلسوفان علم، چون این بحث درباره علم دیگه، فیلسوفان علم با همه شاخه‌هایی که دارن متفق القولن در این حد که علم جدید نسبتی با علم قدیم نداره، علم علوم تجربی، یعنی امتداد اون نیست. شاید یه سری المان‌های جزئی رو داشته باشه اما در ترکیبش و کلیتش چیز دیگریه. این رو از ما در واقع این مفهوم که خوب و بدیش به من ربطی نداره مدیون فلسفه دکارت. من در خدمت این مسئله بحث علم که توی مثلا گفتید توی اوانیس که مثلا گفته شده که علم رو به جوی حتی اگر در چین دو تا مسئله شده که مثلا گفتید که این علمی که مثلا در این حالا مبانی دینی بهش اشاره شده این معنی ساینس نیست و اگرم و مسئله دینی هم که گفتین که این علم باید در خدمت فهم می‌کنم گفتین گفتین علم باید در خدمت دین قرار بگیره. من می‌خوام باید که گفتم در قرون وسطا در خدمت دین این رو از حالا من مسئولیت رو کار دارم شما تو کنم در مورد اسلام نظرتون همین دیگه درسته؟ من چنین چیزی رو نمیگم ولی شما میتونید چنین چیزی برداشت کنید. ولی خب از احادیث اسلامی هست مثلا اینکه این رو در حالا موسی گفتم آقا این چه حرفیه. خب حالا ولی آیا به نظر شما در اسلام این گونه واقعا یعنی اینکه شما از کجای اسلام رو برداشت میکنید که این علمی که مثلا در قرآن بهش اشاره شده منظور علم تجربی نیست و اینکه آیا مگر قرآن نمیگه که حتی در خود خدا باید بررسی کرد، حتی در همه چیز باید بررسی کرد، همین آیه‌ای که مثلا میگه یستم اون نبود همه یه انبار رو بشنم و من به خاطر این آیه اومدم بشنم، این چه تعارضی داره؟ ببینید یک بار ما داریم درباره مبانی یک فکر حرف میزنیم، میگیم این فکر یه مبانی داره، یه سری مسائل هم داره. بذارید اینم بد نیست اینم اینجا بگم، هر علمی سه بخش داره، اگر دوست داشتید میتونید بنویسید به دردتون میخوره. مبانی، موضوع و مسائل، این سه تا مفهوم خیلی مهمه. با یه مثال مثلا علم پزشکی مثال میزنم، مبانی یک علم چیه؟ مبانی یک علم اون گزاره هایی که اون علم بر اساس اونها بنا میشه و درباره اون هم تو اون علم هیچ سوالی نمیشه. مبانی علم پزشکی چیه؟ تجربه است. اما آیا در خود علم پزشکی درباره اصالت تجربه بحث میشه؟ خانم دکتر بحث میشه که تجربه های اصالت داره یا نداره؟ نه، تو خود علم پزشکی درباره اصالت تجربه بحث میشه. پس مبانی علم پزشکی میشه چی؟ تجربه. موضوع یک علم چیه؟ موضوع هر علمی اون چیزیه که درباره عوارض ذاتی اون علم بحث میشه. مثلا موضوع علم پزشکی چیه؟ بدن دیگه، بدن انسان، چیز دیگه که نیست درباره نمیدونم بخت و اقبال و اینا که نیست، بدن. موضوع علم پزشکی بدنه، اونم بدن انسان. مسائل یک علم چیه؟
اون چیزهایی که بر اون موضوع عارض میشه. مسائل بریم پزشکی همه اون مریضی هایی هستش که بر این بدن عارض میشه دیگه. نمیدونم سرماخوردگی و مرض و فلان و بیماری های بودن. موضوع، مبادی، موضوع و مسائل. حالا مثلا برید علوم دیگر رو با همین سه قسم تشخیص بدید. مبادی علم مثلا فقه چیه؟ مبادی علم فقه چیه؟ کتاب و سنت. موضوع علم فقه چیه؟ تکلیف. تعیین در واقع احکام تکلیف و مکلف. مسائلش چیه؟ غسل و نمیدن و جوابت و تبارت و عیز و نفاس و فلان. این هم چه مسائل؟ بذار من این تموم کنم یادت نره. خب وقتی ما داریم درباره اسلام حرف میزنیم، داریم درباره مبانیش حرف میزنیم، درباره موضوعش حرف میزنیم یا درباره مسائلش؟ مثلا اسلام به هر دین دیگری. ما وقتی داریم درباره فلسفه مدرن یا فلسفه دکارت حرف میزنیم، اینجا داریم درباره مبانی فلسفه مدرن حرف میزنیم. اگر اون وقت شما مثلا دغدغه اسلام یا هر دین دیگه‌ای دارید، باید ببینید که این مبانی که من از دکارت گفتم با مبانی اون دین و اون مذهب آیا مغایرت دارد یا ندارد. مبانی رو باید بسنجیم. یک اشتباهی که شاید خیلی ها مرتکب بشن اینه که مسائل و موضوعات یک چیزی رو با مثلا یه چیز دیگه‌ای با مبانی یه چیز دیگه می‌سنجن. باید مبانی ها با هم سنجیده بشه، نه موضوع با مبانی. اون چیزی که شما دارید میگید از مسائل اسلام یا دینه، اما اون چیزی که من از فلسفه مدرن گفتم مبانی فلسفه مدرنه. لذا اون مسائلی که شما از اسلام گفتید که در قالب آیه و روایت و حدیثه، اصلا نباید با مبانی سنجیده بشه، بلکه اون مبانی اون حرف ها. حالا باید ببینیم مبانی اون حرف ها چیه؟ ببینیم اون مبانی با این مبانی آیا سنخیت داری یا نداره؟ اون مبانی از درون همین صحبتی که گفته هر چیزی رو باید شنید و هر در موردش فکر کرد و اینو بخاطر این بلده شما این مبناست؟ نه میگم از درون این میشه فهمید که این مبنای اینه. باز هم من دارم به این حرف اومدم اینجا بخاطر اینکه قرآن گفته، ولی دکارت داره میگه بریم سراغ علم، خودش داره بنای میذاره و هم داره با هم کاملا قبول داره این حرفو. این حرفو یا این حرفی دوست دارم خدا واقعا خیرت بده. خب اصلا ما زمانی که در مورد علوم تجربی داریم صحبت میکنیم، همه اون اجزایی که داریم بعدی میگیم باید قابل آزمایش کردن و ثابت کردن از نظر عقلی و منطقی باشه، ولی ما زمانی که بخوایم مثلا یه سری چیزایی که توی ادیان مختلف در موردشون صحبت شده رو بخوایم از لحاظ علمی بررسی کنیم، ما یه جایی مجبوریم یه چیزایی رو بدیهی بگیریم که هنوز برای خودمون اثبات نکردیم. پس ما نمیتونیم مثلا یه چیزی مثل فقه بگیم علم تجربی، و خب ساینس هم معنای علم تجربی رو داره دیگه. درست. چیزایی که بتونیم با آزمایش کردن بتونیم ما به این نتایج برسیم. نه در دین، در مسائل دینی شما میگی باید چیزایی رو بدیهی بگیریم. نه توی علوم تجربی باید یه چیزایی رو بدیهی گرفت. یعنی باید چیزایی که قابل آزمایش کردن باشه. یعنی توی دین یک سری چیزهایی هست که دیگه شما نمیتونی چون آزمایش کنی. نمیتونی دربارش خیلی چون و چرا کنی. باید چیکار کنی؟ اعتقادی بپذیری. عقلی میشه یه استعداد نوع استعداد تجربه کنم، یه نوع استعداد عقلی شما با عقل میپذیری. با عقل میپذیریش؟ با عقل یعنی با عقل باشه مثلا من تجربه میتونی هم نپذیری دیگه. بله اگه با عقل همون تو که من تجربه که میکنم میبینم مثلا میگم الان دمای آبی که اینجا هست چقدر سرده، اگر من تجربه میکنم خب من در مورد یه اعتقاضی که من با عقلانیت هم استدلال عقلی میارم. میتونه اون استدلال منجر به نفس بشه؟ نفس و دیگه اون وقت شما دیگه دیندار نیستی. بس دین خارج. اما در علوم تجربی اگر یه چیزی نفس بشه همچنان میتواند اسمش دانشمند باشه. در مورد دمای این ما در مورد درک صحبت نمی‌کنیم. یعنی نمیگیم گرمی یا سرده، در مورد درجه حرارتی صحبت میکنیم. چیزی که بشه کاملا نه من میخوام بگم که مبانی فقط اینکه نیست. فقط شما میگید زمانی ما میتونیم به یه چیزی باور کنیم که تجربی باشه. من میگم حالا اصلا کاری به دین ندارم، فقط تجربی نیست، عقلی هم میتونه باشه. نه باور نگفت، گفت تو علوم تجربی. تو علوم تجربی چیزایی رو قبول میکنیم که نه ببینید ساینس بچه‌ها یه لحظه دقت کنید. مبانی ساینس هم ساینس نیست. یه لحظه دقت کنید اختلاف میدونید کجاست؟ ایشون هم در تایید صحبت شماست، ولی یه نکته باریکی وجود داره. اگر در علوم تجربی دانشمندی که بر اساس تجربه و آزمایش و مشاهده و تکرارپذیری داره شیء رو آزمایش میکنه، اگر به خلاف اون
ایده اولیش برسه، اینجا از حوزه علم خارج نشده، همچنان اسمش دانشمنده. یه نظریه رو میاد میره جلو، اون نظریه ابطال میشه، یه نظریه جدید در میاد، به همچنان اون دانشمنده. اما در دین شما اگر با عقل برید جلو و برسید مثلا احیانا به نفی خدا، دیگه دیندار نیستید. این تفاوت اینجاست. ما میگیم که تفاوت در واقع دین و علوم در همین جاست. شما باید به همون نقطه‌ای برسید که از اول چیز شده، و الا دیگه دیندار نیستی شما. اما در اونجا همچنان دانشمند. یه مسئله دیگه هم هست. اصلا ما برای توی علوم تجربی اول یه سری داده دریافت میکنیم حتما، بعد اونا رو با عقلمون میسنجیم. این که داریم میگین همش تجربی نیست، اتفاقا همش تجربیه. یه سری داده رو ما بالاخره داریم اندازه‌گیری میکنیم و اینا غیر قابل رد کردنه. یعنی مثلا یه اطلاعاتی رو میخوام استدلال بکنم، این اطلاعاتو همه دارن میبینن و دارن تایید میکنن، بعد حالا نتایجی که از اون میگیرن با هم دیگه متفاوته. ولی توی دین ما یه چیزایی داریم استدلال میکنیم که هنوز به اون چیزی که به اون داده هایی که داریم دریافت میکنیم اطمینان نداریم. هر کس داره یه به خاطر همین هست که توش انقدر شک داره. وگرنه مثلا در مورد علوم تجربی شک وجود نداره. یه چیز آزمایش میشه، یا درسته یا غلطه و تمام میشه. نه، اینو من اصلاح کنم. در علوم تجربی هم شک وجود داره. و اتفاقا شک رو جدی میگیرن. برای اینکه بتونه دائما بره جلو. اما نکته اینه که ابزار در علوم تجربی آزمایش و تجربه حسیه و دایرش هم نامحدود، نتایج هم آره نتایج از پیش تعیین نشده و هیچ وقت هم کسی برخلاف یک ایده به یک نظری برسه از حوزه علم خارج نمیشه. مثلا برفرض وقتی که انیشتین اومد برفرض مثلا یک نظریه جدیدی در فیزیک داد، دیگه بهش نگفتن تو فیزیکدان نیستی، بلکه اتفاقاً فیزیکدان بهتر و بیشتری هم میشه. ما میگم تفاوت دین و ساینس رو تو این وجود باید دید، بلکه شک عنصر مهمیه. اصلا همون داستانی که گفتین هم ارسطو بود، هم نه ارسطو بود، گرایان بود، هم گالیله، تفسیرم در مخواه ادامه همین هم توی رد بس دیگه. من یه بحث دیگه خوشم اینکه مبانی و موضوع اینا رو جدا که اینا بازم جواب سوالم رو نگرفتم. اینکه بین آیا شما قبول دارین که اسلام برای مسائلی مثل مثلا خدا و مسائلی مثل حالا وجود وقوع قیامت و اینا که بالاخره از اصول اسلامه، آیا برای اینها ادعا میکنه که باید انسان پژوهش کنه، تحقیق کنه و اگر بهش نرسید خب قبول نکنه، آیا این رو میگی یا نمیگی؟ ببینید اسلام وقتی میگیم یا یک سری توصیه های مسلمانان یا آیه و روایت و اینا، در هر صورتش مسئله این نیستش که اسلام اینو میگه این بده یا خوبه یا نگفته. مسئله اینه که کلیت اسلام به اینا نیستش. اسلام مثلا گفته بروید دنبال مثلا علم، اینها مبنا و مبانی اسلام نیست، مبانی دین چیز دیگه. منابع اسلام درست، منابع اسلام کتاب و سنت. آره. ولی ما باید با این، حالا من اعتقاد دارم با الفا علم تجربی باید به خدا و به قیامت جایی ها رسید. آیا حالا با علم تجربی نرسیدی میخوای چیکار کنی؟ خدا رو میذاری کنار یا علم رو میذاری؟ خدا رو میذارم کنار. جدا؟ خودمون بعضی جدایی این با اون تجربی خیلی آمد و خیلی نمیدونه خیلی تجربی تعریف داره و یه سری معیار داره، همونجوری علاقه هر چیزی نمیشه بفهمه تجربی. اوبژه ریپرزنتیشن سوژه است. ریپرزنتیشن رو بازنمایی ترجمه کنیم، باز نمود، یعنی سوژه وقتی اشیا رو در خودش بازنمایی میکنه، اون چیزی که بازنمایی میشه توسط سوژه ابژه هستش. ابژه فقط شیء خارجی نیست، شیئی که در سوژه بازنمایی شده. یعنی این لیوان اگر لیوانه، برای اینه که حواس من این رو دریافت کرده و فاهمه من یک صورتی بهش بخشیده به مثابه لیوان، یعنی اومده توی فاهمه من یک بازنمایی شده و شده ابژه. نسبت ابژه و سوژه در تناقض هم است با اون رویکرد پدیدارشناسانه و اینا.
آره اینا که کلا بعد بحث من اینه که آی دکتر این عقلانیتی که دکارت مثلا یعنی تا حدودی به عرش اعلی میرسونه، خب که بعد از اونم میرسه به ظهور مدرنیته شاهدیم، این ریشش در یونان باستانه درسته؟ عقلانیتی که دکارت ازش صحبت میکنه این نسبتش با فلسفه یونان باستان نه به این معنا که عقلانیت مدرن به معنای سوژه اندیشنده که جهان رو بازنمایی میکنه در یونانه نه نیست، اما تفکر انسان محورانه ای که انسان برجسته میشه و در مقابل خدا نمیدونم جن و پری و و چیزهای دیگر انسان هم برای خودش یه موضوعیت پیدا میکنه، از این جهت آره تفکر مدرن ادامه تفکر یونانیه، چون یونانیان اولین قومی بودن که در مقابل نمیدونم خدا و جن و پری و و چیزهای دیگر به انسان فکر کرد. قبل افلاطون نه منظورم همین فیلسوفان یونان باستان پیش از افلاطون و افلاطون ارسطو این مجموعه رو میگیم یونان، یعنی اون بنیادش با هم دیگه من بحثم از جهت کشف انسان کشف انسان. ببین توی اقوام دیگر توی ملل و نهل دیگر مفاهیمی پرداخت و ساخته میشه که خیلی هم مهمه، اما این یونانی ها بودن که مفهوم انسان رو میسازن، مفهوم انسان ها نه انسان، مفهوم انسان ساخته میشه. پس اون صحبت هایدگر که کلن این علم حسابیه رو ریشه شو در یونان باستان میبینه به این معناست، به این معناست که انسان ساخته میشه مفهومش، انسانی که چون ببینید در ملل و فرهنگ های دیگر خدایان خیلی حضور داشته، الهه ها چه شرق چه در خود یونان اسطوره‌ای، الهه ها همه چیز رو الهه ها تعیین میکردن، خدایان تعیین میکردن، اما ناگهان انسان ظاهر میشه. آقا انسان حیوان ناطق است، خیلی حرف بزرگیه، انسان حیوان، اصلا درباره انسان فکر میشه، انسان کیه، انسان چی است. حالا این انسان محور نیست در یونان، اما بهش توجه میشه، به انسان توجه، به انسان مدیون یونانی که همین توجه امتدادش میرسه به. خب بعد نسبت این عقلانیت با منطق ارسطویی چیه؟ چون ببین منطق ارسطویی منطق ارسطویی با عقلانیت زیر مجموعه مونه یا خودش عقلانیت مدرن؟ آره چون نه عقلانیت مدرن لوگوس از... نه عقلانیت مدرن از نه لوگوس، از لوگوس که بیرون اومده عقلانیت منطق، از لوگوس هراکلیتوسی بیرون اومده شده لوجیک، خب و شده منطق. عقلانیت مدرن از عقل، از منطق هم بیرون اومده، یعنی ملتزم به منطق نیست، التزام به منطق نداره لزوما. در عقل در منطق زوایای مثلث چیه؟ 180 درجه است، اما در علم مدرن لزوما اینجوری نیست. چرا؟ چون تجربه کرده که میتواند مثلث در سطح کروی زوایاش بیشتر از 180 باشد. خب منطق نمیتونست، این منطق ارسطویی نمیتونست اینو بفهمه. این چون به واسطه تجربه رفته سطحی غیر سطح مسطح رو هم تجربه کرده، کره رو تونسته مثلث رو تو کره بیاره، تو کره میبینه 180 بیشتره یا کمتره. خب میگم که گریز از منطق عقل مدرن به معنای مخالفت نیست، بلکه به معنای فراتر رفتن از منطق ارسطویی. برای همینه که منطق اقسام منطقهای جدید ساخته میشه، منطق فازی، منطق نمیدونم منطقهای شبکه‌ای اینها. یعنی شما مثلا کامپیوتری که امروز داره الان مورد استفاده ماست بر اساس منطق ارسطویی نیستش، بر اساس منطقهای جدید، منطقهای فازیه. این به معنای نیستش که منطق با منطق ارسطویی مخالفه، از مرزهاش فراتر رفته. منطق ارسطویی حالا به تعبیر حالا علمای منطق یک تنگناهایی داره، مثلا میگن تحصیل حاصله، چون وقتمون هم تموم شده من این جمله رو بگم و دیگه بحث رو ببندیم. در منطق ارسطویی که اساس منطق بر قیاسه، قیاس هم که اساسش بر شکل اوله که گفتم،
صغرا و کبرا و نتیجه. دقت کردید تو صغرا و کبرا و نتیجه چه اتفاقی میفته؟ دقیقا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ علم جدیدی حاصل نمیشه. شما میگید سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، پس سقراط هم فانی است. مطابقت ذهن با این که گفتیم؟ نه، دقت کنید تو این سقرا کبرایی که گفتم هر سقراط هم فانی است، این علم جدیدی بهتون میده. خب شما تو همون هر انسانی فانی است میدونید که سقراط هم انسان بس فانی است دیگه، علم جدیدی حاصل نمیشه. مثلا هم میگن تحصیل حاصله، تکرر معلومه. علم جدید منطق نمیده به آدم. قرون وسطا در سیطره منطق بود، برای همین نمیتونست به علم جدیدی برسه. این به این معنا نیستش که غلطه این قیاس، نمیدونم سقراط انسان است، این غلط نیست، محصور در خودشه، علم جدید نمیده. انسان باید بر منطق فکر کنه، بر اساس منطق فکر کنه، اما بر اساس منطق همه چیز نیست، بر اساس منطق ارسطویی نیستش، اما مخالفت با اونم نمیتونه بکنه، تنگنا داره، محدوده. اون چیزی که فراتر از این میره در تضاد با این نیست، متعالی تره، تضاد نیست. دستون در نمازه فرمودین که برای یک اندیشمند قرون وسطایی آره، برای مثلا همین امروز گفتیم که اندیشه قرون وسطایی اپروچه دیگه، برای یک فیلسوف قرون وسطایی مثل مثلا حضرت آیت الله فلان، اندیشه مدرن پر از تناقضه، پر از ناحقیقته، چون حقیقت رو به معنای ارسطویی گرفته. ولی بذاریم این مثال باز از حکیم سبزواری بزنم. حاج ملحدی زمانی که دوربین تازه اختراع شده بود بهشون گفتن که آقا یه وسیله ای ساخته شده که میتونه عکس اشیاء به شما رو بگیره، ثبت کنه. حاجی ادله آورد گفت چنین چیزی غیر ممکنه، چون فقط ذهنه که خاصیت ثبت تصویر رو داره و میتونه صورت اشیاء رو در خودش ثبت و نگهداری کنه. یک شی مثل کاغذ چنین توانی رو نداره و یه برهانی میاره و هیچ کم نمیتونه به برهانش جواب بده. نمیدونی حکیم برهانش انقدر قاطع بوده. بعد میرن دوربین رو میارن از خودش عکس میگیرن، اما عکسی هم که از حاجی مونده. و مسئله اینه که اگر معیار واقعیت در واقع فونکسیون اون شی اون موضوع باشه یا واقعیت عینی باشه، بله جهان مدرن و تعریف حقیقت در جهان مدرن عین حقیقته، خود حقیقت. اما اگر نه، مبانی اون مبانی قرون وسطایی باشه که براهینی که اون داره ترویج میکنه ای بسا این ناحقیقت باشه. این بس اینه که ما در کدوم مبنا ایستادیم. دره که وسط سنت مدرن هست باز نمیتونیم اونجا آمد کنیم. خب ما به هر حال در این طرف هستیم. خب حالا اون ذهنیت قرون وسطایی نه به اون دیدگاهی که حالا عقل افتاده ما وجود داره. نه. خب این که ما چجوری میتونیم اونجا آمد کنیم؟ این هم بار میگه حقیقت رو میاره برای ما. حتی در بین قشته روشن فکر متحصیل کردم. من فکر میکنم ما مسئلمون همین تضاد عمل و نظره. یعنی ما در عمل مدرن تر از هر کشور مدرنی به عنوان مصرف کننده، اما در مقام نظره که بعد این تضاد و تناقض بین این دو داره اذیت کننده است. ولی جهان سنت هیچ مشکلی نداشت. اگر ما جهان مثلا 100 سال پیش مشکلی نبود، همه مناسبات عملی و نظری با هم مطابقت داشت. مشکل الان از عدم مطابقت اون ساحت نظر و ساحت عمله. یعنی ما برفرض ساختار مدرن مثل پارلمان داریم، نمیدونم انتخابات داریم، اینا همه ساختارهای مدرنه، اما به واسطه اون نظری که داریم اینه که
موقع انتخابات شعاری باب میشه چی اصلاً چی هر چیزی که ببین با یه سری انگاره هایی میریم هر رأیی که میدهیم نمیدونم چی نه نه مثلا حرام است اگه رأی ندهیم با انگاره هایی میریم سراغ این مقوله مدرن حرام از چراغ راهنمای رانندگی اگر رد بشی چرا قرمز که حرام است با مفاهیمی میریم سراغ جهان مدرن که این با این اصلا در تضاد است این با این نمیخونه بمب هسته‌ای حرام است آره بمب هسته‌ای حرام است در جهان مدرن میگه اگر چراغ قرمز رد بشی جریمت میکنه یعنی منافع و مضار شخص خودت رو میاره وسط میذاره جلوی چش خودت اما اینجا میاد میگه اگر چراغ راهنمای رانندگی عبور کنی حرام است یعنی خدایی هست که بعد این با خودش یه سری چیز داره دیگه یه جهان مفهومی داره خدا و بهشت و جهنم و عذاب و این تضاد بین ایناست که ما رو داره تو این وضعیت بغرنج قرار داره معمولا به این صورت چون هر وقت اصلا قرار رو کردن هر وقت به چیزی اتفاق نکنیم چرا مثلا اینجا رو اصلا حرام زمان پادست قدمت رو بشه خب اکنون در بین مثلا اصفادران دینی رو بگه نه اصفادن دوبله گناهه ولی خوردن شراب مثلا نه او اطراف مورد حتی در آدم عادی توی آدم بس شراب مورد مثلا این کار حرام اونجا اینجا اون بحث اینجا رو بگه نه رد شدن از چراغ قرمز حرامه شاید با همون فرصت باشه ما میتونیم این سنت صورتی بیاری مدرنش بکنی ببینید من شخصا به عنوان یه دانشجوی فلسفه هیچ وقت تلاش این عزیزان روشنفکر دینی اصلا من اینا رو نمیفهمم واقعیتش آقای سروش و آقای ملکه اینا من اصلا نمیفهمم اینا چی میخوان اگه حرام و حلال رو میخواهید که بعد آخونداش بهتر دارم میگم خیلی هم خواهید اگه مدرنیتر میخواهید که باید این جمع کردن اینا و این ملغمه ای درست کردن از مولانا و پوپر و اینا رو با هم قاطی کردن نتیجهش میشه همینی که هستیم یعنی آقای ملکیار رو تفکیه دیگه نیست اصلا من نمیدونم کی هست اصلا من اول که دیگه یه زمانی بود الان معلوم نیست اصلا چی هست اینقدر چیز داره تغییر میکنه حرفاش من میگم مجموعه از این نوع تلاش ها که یک طرف دغدغه سنت رو داره یک طرف دغدغه نهج البلاغه داره یک طرف میاد گابریل مارسل رو برای من میخواد بعد من بهش میگم گابریل مارسل تو میدونی موانش چیه که با نقطون میشون آقای ملکی هم گفت اون نهج البلاغه هم میگه از این بر مارسل هم میگه از اون بر اگه پاش برسه بوبن هم میگه تا جایی که سوادش میکشه مثلا میخوام بگم اینها برای اینکه من بتونم منبرم رو گرم کنم خوبه خب جذابه دیگه من از مولانا بگم از بوبن بگم از مارسل بگم ولی بعد ببینیم آخه میگیم اما مبانیه چیه؟ این مبانی کجاست؟ چرا نمیشه؟ برای این داستانی که اصلا کاری به مبانی ندارم آقا نهج البلاغه حرف قشنگی داره میزنه اینو میگه مارسل هم حرف قشنگی میزنه اونم میگه چون قشنگه واقعا هم قشنگه دیگه ولی آقا این مبانی ها ربطی به هم نداره آقا داره اینا داستانه دیگه شما این مثال چیزی مفهومی که ارسطو در حقیقت که مطابقت ذهن و خیل رو میگه مثلا برفرض این قابل قبول نیست که بگیم برای شبه چون این با این در تضاد تو مفهوم تو تعریف که دکارت میکنه که مطابقت این با ذهنه اینجا برفرض اگه ما بگیم الان شبه خب این طبیعتا با این کان میگه من الان اینو شب میکنم نه من شبش میکنم من روزش میکنم هالیوود ندیدید توی استودیوهای هالیوود چیکار میکنن یهو مثلا اگه کارگردان میخواد الان یه سکانس لب دریا و خورشید رو چیز کنه تو همش تو استودیو هست چنان نور پردازی میکنن چنان روز برات روز آفتاب درست میکنن این حقیقت یعنی همین تکنولوژی دیگه اصلا حقیقت یعنی همین تکنولوژیه حقیقت یعنی تکنولوژی قدرت تعریف حقیقت توی تکنولوژی ها خسته نباشید تشکر ممنون به آقای آقای عروس دستم داشت جلسات بعد ما هر شنبه ساعت 4 جلسه داریم تاریخ فلسفه هفته قبل تحصیلیه قربان شما دست شما دارم ممنون باشه همینه.
کانالمون میتونی بود بشید چطوری شما را نه کانال انجمن اسلامی شنبه بعدی هست که آدم چی؟ شنبه بعدی کار ساعت شما اگه امکان جا به جایی ساعتش چون که الان چهار جلسه پنجم مثلا کنم بودش چون بعدی طبق نیم جا به جایی نداره چون قبل تعطیلات یکم سخت میشه.